میدونستین که گوگل یه دیکشنری آنلاین داره با کلی امکانات رایگان؟ کافیه که توی این بخش از گوشی که سرچ گوگل هستش تایپ کنیم، ولی این کاری که باید بکنیم این هستش که بریم تلفظش رو با هم دیگه چک، American pronunciation و British pronunciation. خودتون میتونید کلمه رو تلفظ کنید و براتون چک میکنه که تلفظتون چقدر صحیح بوده. هر زبونی رو که شما بخواین اینجا میتونید چک کنید و براتون از انگلیسی به اون زبون برش میگردونه. ما بریم سراغ Persian. سلام، من مهدی نوری هستم و توی این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم از دیکشنری آنلاین گوگل استفاده کنیم. وقتی که دارین یه متنی رو میخونین، یه کتاب داستان میخونید، فیلم نگاه میکنید، حتی دارید زبان میخونید، یه لغتی بهش میخورید که معنی اون لغت رو نمیدونید. به جای اینکه برید دیکشنری کاغذی رو بردارین، بیارین، این لغت رو بگردین پیدا کنین، خیلی راحت میتونین از دیکشنری آنلاین گوگل اونو چکش کنین. برای مثال بیاین با هم دیگه یه لغت رو انتخاب کنیم، مثلا لغت passenger. این لغت رو توی متنی بهش خوردیم، معنیش هم نمیدونیم. چطور میتونم توی دیکشنری آنلاین گوگل چکش کنم؟ کافیه وارد صفحه گوگل بشید، کلمه رو تایپش کنید. passenger. کنارش میزنیم meaning. اگرم نزنید خودش براتون میاره. meaning. اونو انتخاب میکنید. اولین صفحه‌ای که براتون میاره، دیگه بدون اینکه لازم باشه شما جای کلیک کنید یا وارد وبسایت خاصی بشید، دیکشنری آنلاین گوگل هستش. خودش اینجا براتون توضیح میده که definitions from Oxford languages، یعنی تعاریف و معانی رو ما داریم براتون از دیکشنری آکسفورد میاریم. خب این صفحه اون چیزی هستش که شما با سرچ کردن کلمه passenger بهش میخورید. اولین کاری که باید بکنیم این هستش که بریم تلفظش رو با هم دیگه چک کنیم و یاد بگیریم که چجوری میشه تلفظش کرد. این گزینه رو اینجا میبینید، کافیه که روش کلیک کنید. گوش بدید. passenger. passenger. میتونید بعدش تکرار کنید. هر چند بارم که بخواین میتونید این گزینه رو کلیک کنید و کلمه رو براتون میخونه. passenger. passenger. خب حالا توی این قسمت براتون شکل فونتیکش رو نوشته، اینکه این کلمه passenger این مدلی هم خونده میشه. یه گزینه جدید اینجا براتون باز شد، learn to pronounce، یعنی یاد بگیرید این کلمه رو چجوری تلفظش کنید. روش کلیک میکنیم وارد یه صفحه جدید میشیم. این بالا شما دو تا آپشن دارین، American pronunciation و British pronunciation. خب حالا من میذارمش روی American pronunciation و دوباره با کلیک کردن روی این گزینه بلندگو برام کلمه رو میخونه. passenger. passenger. این کنار هم این شکل صورتی که میبینید اگه به لبهاش دقت کنید میتونید مدل خودش دقیقا تقلید کنید و کلمه رو تکرار کنید. نه براتون کلمه رو سریع داره تلفظ میکنه، بیاین این گزینه slow رو کلیک کنید، حالا کلمه ها رو آرومتر میخونه براتون. گوش بدید. passenger. 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 میتونید هی تکرارش کنید. و نکته جالب ترش اینه که اینجا یه گزینه پرکتیس دارید. اگر روش کلیک کنید خودتون میتونید کلمه رو تلفظ کنید و براتون چک میکنه که تلفظتون چقدر صحیح بوده. من بار اول میخوام تلفظم رو یک تلفظ اشتباه داشته باشم، ببینیم چی میگه. کلیک کنیم روش. passenger. خب اینجا برام می نویسه sounds like you said، انگاری که تو اومدی گفتی passenger و میگه به جای این پا بیا تمرکز کن روی گفتن پا، passenger. حالا این بار میخوام درست تلفظش کنم. passenger. برام نوشت good job، یعنی تلفظ درست بود. پس تا اینجای کار ما تونستیم روی تلفظ این کلمه حسابی با هم کار کنیم و تلفظ درستش رو یاد بگیریم. حالا برگردیم بریم سر کلمه اصلیمون. کلمات توی زبان انگلیسی به فرم‌های مختلفی در میان، یعنی میتونن noun باشن، اسم، verb باشن، فعل، adjective باشن، صفت، adverb باشن، قید، preposition باشن. دیکشنری ها به شما میگن که کلمات چه نقش‌های مختلفی دارن. همین لغت passenger اینجا برامون نوشته noun، یعنی یک اسمه، و بلافاصله زیر اون معنی رو برامون نوشته. معنیشو با هم دیگه بخونیم.
A traveler on a public or private conveyance other than the driver, pilot or crew. خب میگه یه مسافری که توی وسیله حمل و نقل عمومی حالا یا شخصی باشه، البته بجز راننده، خلبان و اون خلبان نیست که خلبان. البته بجز راننده، خلبان و اون خدمه ای که حالا توی پرواز یا روی کشتی یا هر چیزی دارن کار میکنن. این شد معنی، شد دفینیشنش. خوبیه اینجای دیکشنری اینه که واسه هر دفینیشنی اومده یه مثال هم براتون زده که شما یاد بگیرین اون کلمه که چک کردین رو توی جمله چجوری استفاده کنین. حالا بریم مثالش رو اینجا با هم دیگه بخونیم. More than 50 passengers escaped injury when a train was derailed. میگه وقتی که قطار از خط خارج شد، بیشتر از 50 مسافر از صدمه دیدن جون سالم به در بردن. خب، و اما در ادامه یه بخشی داریم similar، یعنی کلماتی که مشابه این کلمات passenger هستن. دقت کنید دارم میگم مشابه، اینجوری نیست که شما بتونید اینا رو همه جا جای هم دیگه استفاده کنین و بگین اینا سینونیم یا هم معنی همن. مشابهاش چی گفته بهمون؟ traveler، commuter، rider، fare، و اینجا رو هم که کلیک کنیم میاد گزینه‌های بیشتری بهمون میده. حالا پایین تر اومده نوشته British، یعنی این کلمه passenger توی British English این معنی خاص رو هم میده. A member of a team or group who does far less effective work than the other members. یه شخصی که توی گروه یا توی تیم نسبت به بقیه خیلی کار کمتری انجام میده. نشسته گوشه بقیه دارن کار رو انجام میدن. انگاری که مسافر تو اون گروه دیگه. به این شخص توی British English میگن passenger. مثالم زده براتون. He had been a superlative teacher but his health was gone and he was now a passenger. اون یه معلم بی نظیر و خیلی خوبه بوده، اما به خاطر مشکلاتی که برای سلامتیش پیش اومده بوده دیگه مجبور بوده یه گوشه بشینه. حالته یه پسنجر و یه مسافر رو پیدا کرده بوده. توی این معنی هم میاد کلمات similar یا مشابه رو بهتون میگه. خب اما این پایین نوشته translate passenger to. حالا بیا این کلمه passenger رو برای من ترجمه کن. هر زبونی رو که شما بخواین اینجا میتونید چک کنید و براتون از انگلیسی به اون زبون برش میگردونه. ما بریم سراغ Persian. تو معنی noun نوشته مسافر، گذرگر. توی صفت نوشته مسافرتی. حالا فکر کنید شما میخواین مثلا از انگلیسی به ترکی برش گردونید. بریم سراغ Turkish. یولجو، مسافر. اما کار ما اینجا تموم نمیشه، هنوز هم این تعریف ها ادامه داره. اینجا که نوشته more definitions and word origin رو میبینید، اگر اینو روش کلیک کنیم تعریف های بیشتری برامون میاره، حتی تصاویرش رو هم برامون اینجا باز کرد. این تصاویر میبینیم مسافرهایی هن که توی هواپیمان دارن سوار هواپیما میشن، یعنی یه حالت دیکشنری تصویری هم پیدا میکنه. خب بریم سراغ گزینه origin. ببینیم این کلمه اصالتاً از کجا آمده. اگه کنجکاو شدین راجع به این که ببینید ریشه یه کلمه چیه، میتونید این بخش رو چک کنید. خب اینجا نوشته که توی Old French کلمه پاساژ رو داشتیم. بعد Old French اومده شده پاساژر. بعد تبدیل شده به Old English شده passage. و در نهایت passenger. این میشه ریشه شناسی کلمه که چجوری اومده جلو. و یکم پایین تر use overtime for passenger، یعنی اینکه این کلمه passenger در طول سالها به چه میزان و چه تعداد دفعاتی استفاده شده. اگه به این نموداری که الان اینجا داریم دقت کنید میبینید که دیگه بین 1900 تا 1910 دیگه توی اوج استفادهش بوده. توی خیلی از متن‌ها شاید استفاده میشده، آدم‌ها زیاد اونو استفاده میکردن، اما با گذر کردن از 1950 تا 2019 رفته رفته استفاده از این کلمه هی کمتر و کمتر شده. خب تا اینجا ما با هم یاد گرفتیم که چطوری میتونیم این کلمه جدید رو توی دیکشنری آنلاین گوگل توی لپتاپمون سرچ کنیم. اما لپتاپتون که همیشه کنار دستتون نیست، اون چیزی که خیلی وقتا کنار دست ما گوشیمون هستش. میخوایم یه کلمه دیگه رو به عنوان مثال با هم چک بکنیم، اما این بار روی گوشیامون. خب بریم حالا با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم از روی گوشیامون لغت چک کنیم. کافیه که توی این بخش از گوشی که سرچ گوگل هستش تایپ کنید کلمه ای رو که میخواین سرچ کنید، مثلا دیت و جلوش میزنید مینینگ. خب بازم تلفظ داریم دیت 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 دیت. اینجا همون گزینه learn to pronounce رو داریم
میزنیمش. American pronunciation رو انتخاب میکنم. Date. سلوش میکنم که آروم تر بگه من بتونم تمرینش کنم. Date. Date. بیاین امتحان کنیم. Date. Good job. برام نوشت که درسته. حالا میرم روی تلفظ بریتیشش، اونم میخوام یاد بگیرم. Date. از اسلو درش میارم. Date. Date. تلفظ امریکن بریتیشش خیلی با هم دیگه تفاوتی نداره. خب برگردیم روی همون صفحه‌ای که داشتیم date رو چک میکردیم. اینجا باز برامون نونش رو نوشته، یعنی در حالت اسم the day of the month or year as specified by a number، اون روزی از ماه یا سال که یه تاریخ مشخص داره، در واقع معنیش میشه تاریخ. مثال براتون زده، مثالش هم سوال خیلی خوب و کاربردیه. گفته what's the date today، تاریخ امروز چیه؟ what's the date today. لغت های similar day، چون صفحه موبایل حالا کوچیک‌تره به نسبت کامپیوتر، این فلش کنارش رو باز میکنیم. occasion، year، anniversary. بازم اینجا میگم این لغت ها لغت های مشابهشن، هم معنیاش نیستن. معنی دوم داریم. حالا noun رو رد بشیم بریم سراغ verb. این کلمه فعل هم میتونه باشه، براتون نوشته verb establish or ascertain the date of an object or event، یعنی چیزی رو تاریخ گذاری کردن، تاریخ چیزی رو مشخص کردن. تو مثالش خیلی بهتر متوجه میشیم. they date the paintings to 1416 to 1470، میگه اونها تاریخ نقاشی ها رو به 1460 تا 70 تعیین کردن، به اون تاریخ نسبت دادن. باز هم translate date to، میتونید زبان مختلف انتخاب کنید. من الان پرژن انتخاب کردم، نوشته تاریخ، نوشته خورما. بریم more definitionش رو باز کنیم ببینیم قضیه چیه. معانی مختلفی برای فعل داریم، اما نکته خیلی جالبی که هست اینجا براتون نوشته که verb date، بعد اومده نوشته third person present، یعنی به شکل سوم شخص توی زمان حال ساده میگیم dates. گذشتهش رو نوشته past tense dated، شکل سومش past participle dated، gerund or present participle یعنی فرمی که ing میگیره dating. همه رو براتون توضیح میده. حالا یه سری افعال مثل date با قاعدن اینجا، اونایی که بی قاعدن مثل see براتون مثلا مینویسه saw seen. و اما معانی فعلش رو که چک میکنیم میایم پایین تر، میرسیم به اوریجین کلمه که ریشش از کجا بوده. وقتی میایم پایین تر میبینیم نوشته date to، یه شماره دو زده، یعنی به عنوان نون این یه معنی دیگه هم داره که a sweet dark brown oval fruit containing a hard stone usually eaten dried، که میشه خورما، همون میوه شیرینی که یه هسته‌ای داره و معمولا به شکل خشک خورده میشه. حتی تصاویرش رو هم اینجا براتون کشیده که حالت دیکشنری تصویری پیدا کنه. باز هم اوریجینش رو نوشته. جالبش اینجاست که از گریک میاد، یعنی از زبان یونانی میاد این کلمه خورما، بعد وارد لاتین شده، بعد وارد اولد فرنچ شده و در نهایت به این میدل انگلیشی که ما امروز استفاده میکنیم رسیده. و پایین تر براتون to date نوشته until now، مثلا میگیم یه چیزی up to date یعنی تا امروزه، یا their finest work to date، بهترین کاراشون تا به امروز. همشون هم definition تعریف دارن و هم example یعنی مثال دارن. در نهایت که همه اونا رو به فارسی ترجمه کرده، تاریخ، خورما، زمان و تاریخ گذاشتن، تاریخ گذاری کردن، و آخرش هم که این نموداری که نشون میده کلمه date تو چه زمانی بیشتر از همه استفاده میشده. پس میبینین که وقتی دارین فیلم نگاه میکنید، دارین کتاب میخونید، یا حتی دارین زبان میخونید، احتیاجی ندارید که یه دیکشنری کاغذی گنده کنار دستتون داشته باشین. خیلی زمان میگیره ازتون چک کردن لغت توی اون دیکشنری ها. کافیه که موبایلتون یا کامپیوترتون کنار دستتون باشه و از دیکشنری آنلاین گوگل خیلی راحت کلماتتون رو چک بکنید. حالا شما بیاین به ما بگید که چه دیکشنریهای آنلاین دیگه ای رو میشناسید که میشه خیلی راحت توشون لغت سرچ کرد. حتی به همون بگین که چه اپلیکیشن ها و چه وبسایت های دیگه ای هست که شما ازشون استفاده میکنید تا سطح زبانتون رو ارتقا بدید. اونا رو همه رو به ما معرفی کنید تا ما ازشون ویدیو تهیه کنیم، اون رو در اختیار همه قرار بدیم. اگر که فکر میکنید این ویدیو ما براتون مفید بود و ازش لذت بردین، حتما لایکش کنید، کانال ما رو حتما سابسکرایب کنین، ویدیو ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و هر سوالی که داشتید توی کامنت از ما بپرسید.